در سریال خانگی زخم کاری نشون داد که ناصر در انتقام کشته شدن خدمتکار خونش، خدمتکار خونه مالک رو کشت. او این که خدمتکار بیچاره که گناهی نداشته براشون مهم نیست، مهم اینه که خدمتکار به جای خدمتکار کشته بشه. سلام سلام، از زوز هستم. آره، خدای خدایان، کانال آنتی شبهات اخیراً یک نقدی بر کلیپ 248 با نام تفسیر آیه قصاص در قرآن آورده. با تشکر از این کانال آنتی شبهات که زحمت تحقیقات این کلیپ رو این بار اونها کشیدند، دستشون درد نکنه. بریم ببینیم چی گفتم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله کلیپ های پاسخ به شبهات زئوس، به شاهکار زئوس در تفسیر آیه 178 سوره بقره میرسیم. زئوس میگه که سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان، در ادامه تفسیر آیات قرآن امروز میخوام به تفسیر بخشی از یک آیه از قرآن بپردازم که در باب قصاص معلوم نیست که کی کجا چرا نازل شده. آیه 178 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. ای اهل ایمان، بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. چقدر در این آیه مساوات رعایت شده. مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده به جای بنده و زن به جای زن. به به، یعنی اگه مرد آزادی غلام تو رو کشت، تو حق نداری او رو بکشی. به خاطر یک غلام بی ارزش که انسان آزاده رو نمی کشند، بلکه باید بری غلام او رو بکشی. غلام چه گناهی کرده؟ هیچی. حکم قصاص قرآن اینه. به به، عجب تفسیری. خب شاهکار من در شرح این آیه رو قبول ندارند. باشه، بریم ببینیم شرح این آیه اگر آنچه که من گفتم نبوده، خب پس چی بوده؟ به طور مثال امام طبری در بیان بستر نزول این آیه میگن که قصاص آزاده را از برده و قصاص زن را از مرد میگیریم به دلیل این آیه. و من قتل مظلوما فقان، میگه به دلیل این آیه، و میره یه آیه دیگر رو میاره و اون رو تفسیر میکنه، بعد حدیث میاره و از اونا نتیجه میگیره که ما قصاص آزاده رو از برده و قصاص زن رو از مرد میگیریم. خب شرح این آیه چه شد؟ این آیه که میگه برده به جای برده، زن به جای زن، این آیه رو شرح بدید. این که برید بر اساس آیه و روایات دیگه یک معنای دیگه تفسیر کنید بر خلاف معنی این آیه، این که تفسیر این آیه محسوب نمیشه. کلمه کلمه این آیه رو بخونید و این رو تفسیر کنید. ای بابا، بالاخره این آیه رو قبول دارید یا نه؟ در ادامه بالاخره به این آیه هم میپردازند، میگن پس خداوند این آیه را نازل کرد و آنها را آگاه کرد به این که آنچه از قصاص بر آنها تعیین گشته این گونه است که به ازای مقتول مرد، همان مرد قاتل قصاص شود، نه کسی غیر از او، و در برابر زن کشته شده، همان زن کشنده قصاص شود، نه مردان دیگری غیر او، و در برابر برده کشته شده، همان خود برده قاتل قصاص شود، نه آزاده های غیر از او. اینجا معنای آیه رو پاک عوض کردند. قرآن در این آیه نگفته همان مرد قاتل قصاص شود، نگفته همان زن کشنده قصاص شود. خیر، متن آیه خدا رو دارید اصلاح میکنید؟ اوف بر شما. اگه میگفت به جای مقتول قاتل قصاص بشه، اون وقت حرفی نبود، اما اینجا آیه میگه برده به جای برده و زن به جای زن، حرفی از قاتل به جای مقتول نزده. اینا مثال میارن فقط به این حالت که زن زن رو بکشه و برده برده رو بکشه. خسته نباشید، اگه مرد یک زن رو کشت چی میشه؟ اون وقت با این آیه که زن به جای زن قصاص بشه چه کنیم؟ این که به این مثال نمیپردازند از فریبکاری مفسران قرآنه. جرأت ندارند که چون این مثالی بزنند، چون ظالمانه بودن حکم آیه قرآن معلوم میشه.
سوال واضحه. اگر مردی زنی رو کشت، یا زن مرد رو کشت، یا برده آزاده رو کشت، یا آزاده برده رو کشت، یا زن برده رو کشت، یا برده زن رو کشت، اون وقت این آیه رو چه کارش کنیم؟ اونا هیچ کدوم از این مثال ها رو نمیزنند. منم که مثال میزنم، اونا مثال من رو برمیگردونن به اینکه اگر برده برده رو بکشه یا زن زن رو بکشه، خسته نباشی جمیعاً. خود قصاص حکمی از دوران حمورابی است، از 3800 سال پیش در بابل. اون رو در کلیپ 89 با نام قصاص شرح دادم. حکم قصاص حمورابی، کشته شدن قاتل به ازای مقتول بود. اگه شخصی دیگری رو کور میکرد، حاکم هم اون شخص مجرم رو کور میکرد. این حکم الان جزو رفتارهای وحشیانه محسوب میشه. اینکه مثلا یکی توی دعوا زده چشم یکی رو کور کرده، حالا ما بیاییم بزنیم چشم او رو کور کنیم، این وحشیانه است. الان فرهنگ و تمدن امروزی این رو نمیپذیره، اما خب متاسفانه در سرزمین اعراب 1400 سال پیش رواج داشته، وارد دین اسلام شده، الان دیگه کارش نمیشه کرد. این حکم وحشیانه برای مسلمانهای عزیز مقدس شده. بحث ما آیه 178 بقره هست، که آیا این هم داره قصاص رو میگه یا نه؟ حکم بدوی و ظالمانه تر از قصاص رو داره میگه. در ادامه این کانال اسلامی به چند تا تفسیر دیگه میپردازه که هر کدوم داستانی برای شأن نزول این آیه تعریف میکنند، که موضوع درگیری بین طایفه بنی قریظه و بنی نظیر بوده، یکی دیگه گفته نه بین طایفه اوس و خزرج بوده، فرقی نمیکنه. خلاصه حرفشون این بود که دو طایفه در قصاص از همدیگه زیاده روی میکردند. در برابر کشته شدن یک برده یک آزاده رو میکشیم و به ازای یک زن یک مرد را، و در برابر یک مرد دو مرد را قصاص میکنیم. و خدا این آیه رو نازل کرد که آزاده به جای آزاده، برده به جای برده و زن به جای زن. دقت کردید که اصلا سخن از قصاص قاتل نیست؟ اون زمان در میان قبایل و طایفه‌های عرب اصلا یک انسان به عنوان یک انسان شناخته نمی‌شد، بلکه به عنوان عضوی از یک قبیله شناخته می‌شد. قبیله بود که به عرب هویت می‌داد. در کلیپ 340 سند آوردم که نشون می‌داد حتی بعد از حاکمیت اسلام، وقتی مردم سرزمین‌های دیگه مسلمان می‌شدند، کافی نبود، باید در یکی از قبایل عرب پذیرفته می‌شدند. اعراب اون زمان هویت رو در قبیله می‌دونستند. یعنی اگه یک نفر کشته می‌شد، مهم این بود که اون مقتول متعلق به چه قبیله‌ای بوده و اون قاتل از کدام قبیله بوده. بعد قبیله مقتول از قبیله قاتل باید انتقام می گرفت، نه اینکه فرد قاتل رو بکشه. نه، اصلا فرد مهم نبود، بلکه باید یک نفر از قبیله قاتل رو بکشه. اگه مقتول برده بوده، یک برده از اون قبیله رو بکشه، و اگر مقتول زن بوده، یک زن باید کشته بشه. اصلا موضوع فرد قاتل نیست. این موضوع در همین تفاسیری که الان دوستان مسلمان آوردند دیده میشه و تاییدی بر آنچه گفتم هست. در چنین قصاصی اون اعراب دیگه فکر نمی کردن که بابا این مرد بیچاره یا این زن بیچاره که داره کشته میشه چه گناهی کرده؟ قاتل یکی دیگه است، چرا این بیچاره باید کشته شه؟ نه، برای اونها فقط مهم این بود که فردی از قبیله قاتل کشته بشه. و آنچه که مفسران این آیه بهش زیاده روی طایفه های عرب میگن، اینه که در قصاص کشته شدن یک زن از یک قبیله، اونا یک مرد رو از قبیله قاتل می کشتند و این زیاده روی محسوب می شد، چون برای عرب ارزش زن کمتر از مرد بود. اما قرآن چطوری به این زیاده روی طایفه عرب پایان داده؟ چطوری حق و عدالت رو حاکم کرده؟ قرآن نمیگه در ازای مقتول فرد قاتل رو بگیرید و بکشید. نه نه، قرآن میگه زن به جای زن کشته بشه، برده به جای برده و آزاده به جای آزاده. برای قرآن هم مهم نیست که فردی که قصاص میشه اصلا خطایی نداشته. قرآن هم طایفه‌ای داره حکم میکنه، فقط میگه زیاده روی نکنید. اگر یک زن کشته شده، شما هم برید یک زن از طایفه قاتل بکشید.
حکم قرآن داره این رو میگه، نگفته قاتل رو بکشید. این قرآن با احکام طایفه‌ای اعراب، با احکامی که از قصاص حمورابی هم بدوی تر و عقب افتاده تر هست، مقدس شده و حالا شده الگوی منطق افراد با سواد و تحصیل کرده مسلمان، اونم در قرن 21. به به، اگر از قرآن دفاع می کنید یعنی دارید از این شیوه انتقام ظالمانه دفاع می کنید. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.